باز هم به خبرهای مربوط به ایران، رئیس قوه قضاییه ایران حقوق بشر را ابزار دنیای غرب برای فشار بر دیگر کشورها توصیف کرده است. صادق لاریجانی در این حال با انتقاد از گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گفته است این گزارش سرشار از دروغ است. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش صحتی. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، میگوید که پیوستن ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر یک اشتباه بوده. صادق لاریجانی که در همایش حقوق بشر اسلام و غرب شرکت کرده بود، با اشاره به چگونگی تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که غربی ها اعلامیه‌ای نوشتند که اساس آن بر لیبرال دموکراسی است و ایران بی توجه به این موضوع آن را امضا کرده و پیوستای آن را پذیرفته. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، اعلامیه‌ای است 30 ماده‌ای که کشورهای امضا کننده آن پذیرفتند که به حقوق اساسی بشر از جمله آزادی مذهب و بیان احترام بگذارند و از هر گونه شکنجه، برخوردهای خشونت‌آمیز و ناعادلانه با شهروندان خود خودداری کنند. ایران هم در زمان تصویب این اعلامیه به آن رأی موافق داد. آقای صادق آملی لاریجانی در هفته‌های اخیر اظهارات بسیار جالبی داشتند که در حقیقت عمق بینش ایشون و حکومت رو به تعهدات حقوق بشر ایران در قبال پیمان‌نامه های بین‌المللی نشون میده. حرف‌های اخیرشون که اظهار پشیمانی کردن از پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیار تأسف انگیزه که کشوری مانند ایران که از اولین امضا کنندگان این پیمان‌نامه باشه، نه تنها اون رو مداوما زیر پا میگذاره بلکه هم اکنون اظهار پشیمانی هم میکنه. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین با انتقاد از گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، این گزارش را دروغ دانسته. واقعا انسان تعجب میکنه این پیشنویس گزارشگر ویژه سفارت ما فرستادن. احمد شهید در پیشنویس گزارش خود به سازمان ملل که اواخر مهر ماه منتشر شد، به تعداد زیاد اعدام‌ها در ایران، بازداشت فعالان سیاسی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی مذهبی و زنان و عدم استقلال دستگاه قضایی ایران اشاره کرده بود. مواردی که منابع مستقلی از جمله گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم آن را در گزارش‌های خود تایید کردند. مسئولان جمهوری اسلامی پیش از این با دیدار احمد شهید از ایران به دلیل سیاسی دانستن مأموریت او مخالفت کرده بودند. این جریان حقوق بشری که علیه ایران را انداختند واضحه که یک سمت و سوی سیاسی داره. ما از اول این را می دانستیم. مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه برای کشور ما به همین دلیل بود. مسئولان ایران بر این اعتقادند که غرب با مباحثی که درباره حقوق بشر مطرح می‌کند در حال تحمیل معیارهای خود به جمهوری اسلامی است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.